در دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1358 اندیشمند بزرگ حضرت علامه متحری به دست گروهی منحرف متاسف و کجندیش به شهادت رسید و نظام نوپای برآمده از انقلاب در روزهایی که شدیدا نیازمند بهرهگیری از اندیشه های بلند و نظریات کارساز این استاد فرزانه بود با خیانت گروه فرقان از آن محروم گردید هرچند خون پاک و پیام نهفته در مکتب شهادت بزرگانی همچون شهید متحری، بهشتی، رجایی و دیگر شهیدان والاتبار انقلاب موجبات رشد و بالندگی نهال نورسته نظام جمهوری اسلامی را فراهم نبود اما با کمال تأسف هنوز خلع وجودی این عالم بزرگ و استاد حوزه و دانشگاه در ساحت اندیشه ورزی و نظریه پردازی کاملا مشهود است برای پاسداشت مقام این عالم برجسته و فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن روز دوازدهم اردیبهشت ماه را روز معلم نام نهادند تا بدین وسیله از مقام شامخ همه ی عالمان متحدی که همچون پیامبران الهی تعلیم و تسکیه خلق را به شیرمت خود ساخته و با نور دانش خیش راه سعادت و کمال را به انسانهای مشتاق می نمایانند نیز تجلیل و قدردانی به عمل آید اینک در سی دومین سال ید شهادت بزرگمردی که عمر پرثمر خیش را در راه اعتلاع خرد و اندیشه و نیز نظریه پردازی دینی سپری کرد بهترین راه تجلیل و قدردانی از او در بازخانی افکار اندیشه ها و آموزه های روشنگر اوست خصوصا در شرایطی که جریان حاکم با استفاده از ابزارهای متنوع و گسترده تبلیغی سعی در ارائه تصویری دیگر از اسلام و انقلاب و امام خمینی دارند و با شاخص سازی های گزینشی نسل جوان آزادی طلب و حقیقت رو را به بیراه های تحجر، تعصب و خشونت میکشانند و از دین و انقلاب گریزان می کند و طبعا نظام سیاسی و اجتماعی اسلام به بیکفایتی در امور جامعه و تأمین سعادت و سربلندی ملت در دنیای کنونی متهم می شود و همچنین فرصتی است مناسب برای سنجش رفتار حاکمیت و عملکردهای کنونی با افکار و آرمانهای این شهید گرانسنگ و نیز فرصتی است برای مردم شریف ایران که با بازخانی فرازهایی از آخرین گفتارهای او بدانند که شهید متحری چه تصویری از جمهوری اسلامی که مردم را به خیزش و انقلاب برای تحقق آن دعوت می کردند داشتند و با استفاده از این شاخصه ها و تطبیق وضع موجود با آنها به وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منکر بپردازند در دو گزارش امروز و فردا به بازخانی فرازهایی از نوشته های این استاد شهید در این باره می پردازیم. در ادامه توجه شما را به بخش اول این بحث جلب می کنیم. قبل از آنکه فرازهایی از اندیشه های استاد شهید متحری را بدون هر گونه توضیح و تفسیری متذکر گردیم سفارشات مکرر و معکد امام خمینی در زنده نگه داشتن آثار این استاد بزرگوار را یادآور شده و فرازی از پیام مهم و هشداردهنده ایشان را به مناسبت شهادت شهید متحری یادآور می شویم. تسلیت در شهادت شخصی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرد و با کجرویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفی اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود متحری که در تهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود رفت و به ملکوت اعلا پیوست لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفیش نمی رود من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متحد توصیه می کنم که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دستیس های غیر اسلامی فراموش شود با این یادآوری حال به سراغ آثار شهید متحری می رویم و نظرات او را پیرامون شاخصه هایی که معرف نظام اسلامی اند مرور می کنیم. 1. شاخص آزادی شهید متحری در این باره نوشته است هر مکتبی که به ایدولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد و به با اکثر هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلوی آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می گیرد این گونه مکاتب ناشارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند این همان وضعی است که ما امروز در کشورهای کمونیستی میبینیم در این کشورها به دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد حتی رادیوها طوری ساخته می شود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند و در نتیجه یک بعدی و قالبی آنچنان که زمامداران میخواهند بار بیایند من اعلام می کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل تفکرات و اندیشه های اصلیشان را عرضه کنند. البته تذکر می دهم که این امر سوای توطعه و ریاکاری است. توطعه ممنوع است اما عرضه اندیشه اصیل آزاد. همانطور که رهبر و امام ما مکرر گفتند در حکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد آزاد است اما اجازه توطعه و فریبکاری نمی دهیم احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را سریحا میگویند و با منطق خود به جنگ منطق ما میآیند، آنها را میپذیریم. اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم که اسلام چنین چیزی را نمیگوید حق داریم بگوییم به نام اسلام این کار را نکنید همچنین آزادی بحث و گفتگویی را گمان نمی کنم در جای دیگر نظیری بتوان برایش پیدا کرد پیرامون انقلاب اسلامی صفحات 11 و 17 دو شاخص عدالت با توضیحاتی که تا اینجا داده شد اگر پذیرفته باشیم که انقلاب ما انقلابی ماهیتا اسلامی است البته اسلامی به همان معنا که تشریح کردم یعنی جامعه تمام مفاهیم و ارزشها و هدفها در قالب و تشکل اسلامی در این صورت این انقلاب به شرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و به شرطی تداوم پیدا خواهد کرد که قطعا مسیر ادالت خواهی را برای همیشه ادامه بدهد یعنی دولت های آینده واقعا و کلا در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند برای پر کردن شکاف های طبقاتی اقدام کنند تبعیضها را واقعا از میان بردارند و برای برقراری یک جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی آن نه مفهومی که دیگران گفتند زیرا که تفاوت بین این دو از زمین تا آسمان است تلاش کنند در دولت اسلامی نباید به هیچ وجه ظلم و اجحافی به کسی بشود حتی اگر این فرد یک مجرم واجب باشد اینجا باید از بعضی دوستان جوان گله بکنیم که در حین اینکه احساسات پاک آنها قابل تقدیر است ولی گاهی با منطقی با غذایا برخورد می کنند که بیشتر با منطق احساس جور در میآید تا با منطق اسلام چند روز پیش به مناسبتی به نخست وزیری رفته بودم شنیدم که پاسدارانی که آنجا بودند از اعدام های انقلابی گله می کردند و می گفتند این جانی ها ارزش گلوله خوردن ندارند و باید آنها را زنده زنده به دریا انداخت باید به این دوستان جوان تذکر داد که از نظر منطق اسلام حتی اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم برای او کم باشد باز هم حقوقی دارد که آنها باید رعایت شوند در این زمینه ها ما بهترین سرمشخ را از مکتب علی علیه السلام می آموزیم. شما رفتار حضرت را با قاتلش ببینید دنیایی از انسانیت و رعفت و محبت در آن وجود دارد من تاکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن را بگیرد اما نکته مهمی که باید به با آن توجه داشت این است که در این انقلاب اساس کار بر اخوت اسلامی باید بنا نهاده شود یعنی آنچه را دیگران با خشونت و فشار تامین می کنند در این انقلاب باید با ملایمت و از روی میل و رضا و برادری انجام گیرد از جمله انقلاب ما اگر واقعا ماهیت اسلامی دارد معنویت است یعنی مردم به حکم بلوغ روحی به حکم عاطفه انسانی به حکم اخوت اسلامی خود برای پر کردن شکاف ها و فاصله های طبقاتی و اقتصادی پیش قدم می شوند از آنجا که ماهیت این انقلاب ماهیتی ادالت خواهانه بوده است وظیفه حتمی همگی ما این است که به آزادی ها به معنای واقعی کلمه احترام بگذاریم زیرا اگر بنا شود حکومت جمهوری اسلامی زمینه اختناق را به وجود بیاورد قطعا شکست خواهد خورد البته آزادی ها غیر از هرج و است و منظور ما آزادی به معنای معقول آن است هر کس باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد پیرامون انقلاب اسلامی صفحات 59 و 63